هموطن سلام امروز جمعه سوم ژانویه 2020 و, و سیزده همه دی 1398 هستیم چه روز مبارکی چه روز خوبی از همون ساعت اولیه مهمتر و دلنشینتر از خبر صبح اول وقت این چیزی بود که لحظاتی پیش در سیما آقای مسئول رجبی پیام دادن با صدای خودشون سالها بود که صدایشون رو نشینده بودن برای من بسیار مایه دلگرمی و خوشبختی و چقدر لذت بردم از اینکه پیام آقای رجبی رو با صدای خودشون شنیدم حال در این سالها خیلی کم بود ولی چقدر قشنگ این پدیده ها با هم ارتباط دارن و من خوشحالم واقعا از اینکه خیلی برای من دلنشین بود صدها بار دلنشین تر از اون خبری که صبح نیمه شب من بیدار شدم و خبر رو گرفتم آنچه که مهم هست اینه که اتفاق خیلی بزرگی افتاده در واقع من همش فکر میکردم که اگه یه روزی بخواد سرنگونی این رژیم شروع بشه از کجا شروع میشه چه اتفاق میفته هیچ تصور واقعی واقعا نمیتونستم داشته باشم که مثلا از کجا شروع میشه وقتی که ما برسیم به روزی که پایان این سختی هاست و روزیه که آزادی در خونش رو باز میکنه تا ماها دوباره برگردیم به میهنمون ببینین از صبح تالا تمام رسانه ها رسانه های فارسی زبان به این مسئله پرداختن میشه، تب، تقریبا میشه گفت همچه چیزی بی نذیره. در طول تمام این سالها هیچ وقت این قد این خبر مهم نبوده و بهش پرداخته نشده در سطح قیام حتی مهمتر از قیام Uh, یه کسایی اومدن موزه گرفتن و که یه کسایی از توی لونه هاش اومدن بیرون که خب واقعا تو این سالا خودشون قایم کرده بودن یه کسی هست به اسم محمد منظرپور این رئیس مدیر صدای آمریکا بوده ببینید این تلویزیون ها که میبینید اینقدر آب به آسیا به آخوندا میریزن و حواسشون هست که آخوندها و آسیبی نبینن و اینقدر ضربه میزنن به مقامت و اخبار مقامت سانسور میکنن و مجاهدین رو سانسور میکنم ببین این مدیر این تلویزیون بوده الان نمیدونم چی کار است میگه که تو توییتش نوشته اطمینان دارم کاربرانی که به فارسی کشته شدن یک سردار ایرانی سردار ایرانی منظورش همین دشخیم جنایتکاره را جشن گرفتن عمدتا ایرانی نیستن یعنی من و شما و اینا همه ماها ایرانی نیستیم فارسی زبان هستن مثل سپاه سایبری سایبری اسرائیل اونم نمیگه سپاه سایبری رژیم عربستان سعودی طایفه بارزانی و البته اسیران شستوشی مغزی شده تیرانی تیرانا ایرانی هر چقدر هم مخالف رژیم باشد تا این حد پست نمیشه ببین خودش چه پستیه چه پست و رزدی در بالای صدای آمریکا بود در سالهای گذشته از این سوراخ ها از این مشا دارن از سوراخ هاشو میان بیرون زیاد پرن به تو فضای مجازی چون به دوره تعیین تکلیف رسیدیم خیلی جالبه که دسته خودشونو و چهرهای خودشون رو میکنن من بحثی که میخوام بکنم سر این نیستش که قاسم سلیمانی خب به درک واصل شد و سقط شد و رفت ولی چرا این تغییر فقط تغییر کشش شدن یه آدم نیست چرا نشون دهنده یک تغییر بزرگتری در امر سرنگونی و در پ... مقوله نزدیک شدن به سرنگونی حدسی میشه فهمید حدسی همینطوری حد همی بزنیم خب میفهمید برای این نفر دو رژیم بود و زدنش خب خیلی طبیعیه که یعنی رژیم ضعیف شده یعنی به سمت سرنگونی میره ولی ساختاری از کجا میشه فهمید ببینید رژیم قاسم سلیمانی کی بود برای رژیم قاسم سلیمانی کسی بودش که کاربلد رژیم بود برای استفاده از نیروهای نیابتی یعنی اینکه خامنه ای هر کاری که در عراق کرد یا هر کاری که در لبنان کرد یا هر کاری که در سوریه کرد یا هر کاری که در یمن کرد بدون قاسم سلیمانی نمیتونست بکنه این یه واقعیت حالا این اینو میبرتش بالا یا میبرتش پایین به هر حال این آدم این کارایی رو داشت یعنی کار بلد بود میتونست بره آدم کشار رو جمع کنه بهشون پول بده با راههایی که بلد بود مواد مخدر میفروخت قاچاق میکرد همه این کارا میکرد آدم ها رو جمع میکرد دستگاه های آدم کشی درست میکرد ببینید توی سوریه وقتی که مردم سوریه 80 درصد خاک سوریه رو گرفتن تقریبا فقط بشار اسد موند و یه بخش کوچیکی از سوریه و یه بخش کسر و حتی داشتن به کاخ بشار اسد هم حمله میکردن رژیم اومد وسط اومد جلو و دید که خب کاری دیگه نمیتونه بکنه باید جلو اینا رو بگیره ویژگی رزمندگان سوری این بودش که خود مردم بودن یعنی رزمندگان سوری سازمان نبودن تمام شهرهای سوریه مقاومت بود یعنی خانواده بودن یعنی زن و بچه و رزمنده همه با هم یه جا بودن توی شهر همه همه بودن همه مخالف اسد بودن و همه دشمن به حساب از طرف قاسم سلیمانی توی این ج... نقطه قاسم سلیمانی و آدم کشاش در مونده شده بودن یعنی از راه زمینی دیگه نمیتونستن این مناطق رو پس بگیرن اینجا بود که اومد به ذهنشون رو زد که با مواد شیمیایی از بالا بریزن رو سر مردم تا مردم برن بیرون و مناطق رو پس بگیرن سیاستی که سیاست مماشات اومد اول سر این خط رو شد گفت اگه از سلاح شیمیایی استفاده کنی خط قرمز بنده اوباما اومد گفت ولی در عمل دیدیم که رژیم اومد سلاح شیمیایی ریخ یعنی با سلاحی هم نبود بشکر پر میکرد از مواد شیمیایی میرفتن از بالا با هلیکوپتر میرفتن رو سر مردم این مواد شیمیایی میکشت بچه ها رو و مردم که میدیدن نمیتونن مقامت کنن دونه 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 این دهات و روستاها رو رو خالی کردن و رفتن و اینطوری دوباره سوریه رو از دست مردم در ورد و داد به دست نیروهای خودش هنوزم اونجا آخرین بارم هم آخرین کارم جایی که مونده بود که دیگه واقعا آخرین جای بود که مردم سوریه توش بودن ادلب بود که رفت اونجا هم همینجوری با بمبارون از بالا دیگه شیمیایی نمیریزه ولی با بمبارون از بالا مردم خالی تخلیه کرد و مثلا هفته پیش 120 هزار نفر از ادلب رفتن این کاری بود که قاسم سلیمانی میتونست بکنه یعنی اینقدر کشتن براش راحت بود اینقدر کشتن بچه های کوچیک با گاز براش راحت بود تو مغزش یک تفکری داشت که اون تفکر بهش اجازه میداد که اینجوری راحت آدم بکشه تعصب و جهل یعنی چی یعنی میگفتش که ببین اگه آدم بکشم برای امام زمان نزدیک میشه از این حرفا که اینا میزنن واقعا به این چیزا ببین قاسم سلیمانی نمیشه گذاشت کناره. بقیه پاسدارای رژیم چون اکثر آدمای رژیم آدمای گنده 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 پاسدارای رژیم دنبال پولن دزدیدن اختلاس کردن آدمی که معتقد باشه خیلی کم تو این دمه دستگاه هست حالا تصور کنید که یه آدمی معتقد به این حرفا که اگه مردم رو بکشه اشکال نداره امام زمان میاد یا مثلا اسلام محور مقاومت همین حرفایی که میزنن یعنی محور مقاومت یعنی یک طرف امپریالیست هست و آمریکا یک طرف هم اینها که نیروهای خدا و اسلام و امام زمان و مهدی هستن و این جنگ جنگیه که جنگ خداست و توش هم کشته بشه آدم چقدر خوبه و همین میگه من منتظر شهادت بودم این آدم اعتقادی آدم میکشت با آدم کشتن دوچار مشکل نمیشد این یه چیزی بودش که بهش قدرت میداد که به راحتی هر کاری بکنه اینقدر آدم راحت میکش که هیچ کس دیگه نمیتونست کاری که این میکنه بکنه و امروز که این رفته اینجا خالیه دیگه به قاطعیت میشه گفت که هیچ کس نیستش که اولا زرنگی های اینو به حال زرنگی داشت کارهایی میکرد که دیگران بلد نبودن بکنه رابطه داشت میرفت میگم تو تمام جاها آدم کشا رو جمع میکرد از همین حرفا براشو میزد اینا رو سازماندهی میکرد بعد مینداخت به جون مردم تو سوریه تو یمن همه جا همین حسیا رو همین جوری اینا در واقع چیز کردن تو خود عراق ببینی این آدم در کشدار رشد پیدا میکرد در کشدار بهشت خودش رو میخرید هرچی آدم بیشتر میکش فکر میکرد که خیر بیشتری کرده به سمت بهشت داره نزدیکتر میشه همین تصویری که الان همین منظر پور ازش داد که هرچی که بیشتر آدم بکشه اولا سردارتر میشه یعنی گندهتر میشه سردار ایدان سردار اسلام و همین که به بهشتی که توش پر از هوری و اینا هستش و شهید فلان و امام زمان به اینا نزدیکتر میشه با اعتقاد آدم میکشت مثل داعش که سر میبودید با اعتقاد داعش هم براشون یه رقیب بود تو نقطه‌ای که دیدن بهشون کمک میکنه دیگه بهتره جای داعش رو بگیرن داعش حذف کردن کمک کردن البته دایشی هم خیلی با اینام نجنگیدن چون خیلی سریع جارو شدن دایشیه قدهای بود که خیلی سریع بریدنش وقتی دیگه کارایش نداشت به اسم اینا نوشتن همه حرف اینه که این آدم یه آدم غیر قابل جایگزینیه به دلیل تواناییاش به دلیل تفکراتی که پوسیده که تو مغزش بود این آدم دیگه برای رژیم جایگزین نداره یعنی این که رژیم دیگه نمیتونه در کشورهای دیگه این کاری رو که میکرد بکنه خامنه دیگه نمیتونه در عراق و در سوریه و اینا این کارایی که می... همین داستانی که این اومدن زدنش بخاطر اینکه داشت تو عراق یه سری کارایی بکنه ببینید در عراق مردم الان بیش از دو ماه تو خیابونن چقدر این مردم رو کش سرکوب که همین آدمای این بودن تو خیابونا ها آدماش قدرتش مثل توی ایران نبود آدماش زیاد نبودن هم ابو مهدی مهندس اینا به حال خدا رو شکر که آدماشون بنز کافی نبودن مثل ایران که اینقدر راحت 1500 نفر رو ظرف 40 ساعت 48 ساعت کشتن در عراق نتونستن اینقدر آدم بکشن ببین دست این قاسم سلیمانی یک ابزار داشت آدم کشید در آدم کشتن حد و مرز نمیشناخت و این خیلی بهش قدرت میداد همه اینا چهی بزرگش میکنن میگن فلان جنرال اینا به خاطر اینکه آدم راحت میکش مثل جنرال رومل این ویژگی رو دیگه رژیم از دست داد دیگه رژیم کسی رو نداره که اینقدر راحت بتونه آدم بکشه و خب تجربه هم داشت تو این کشورها گشته بود انبوهی آدم مثل همی ابو مهدی مهندس بود همه جا از این آدمات داشت یک جنایتکارای مثل اون ابو اسرائیل توی عراق بدترین و شریرترین آدما این رهبرشون بود در, در, مقابل این به خاک میافتادن دست و پای می یعنی این نقطه وصل تمام شرارت های خاور میانه بود نقطه وصل و جمع تمام آدم کشا بود رفتن این یک ابزار مهمی رو از دست خامنه ای میگیره این اون چیزی که در واقع ما باید بهش خیلی توجه بکنیم پیام آقای هم روی همین سوار بود به مردم عراق گفت دیگه تموم شد دیگه راحتین دیگه الان میتونین برای خودتون دولت آزاد تشکیل بدین و اعلام بکنین که جهان به رسمیت بشناسه به مردم سوریه گفت ولحشید دست به دست هم بدید کشورتون زخخوردتون رو از دست این اینا در یعنی چون دیگه نیست قاسم سلیمانی ما در زهانی زندگی میکنیم که دوش قاسم سلیمانی نیست یعنی کشتار کشتار در اون صد دیگه نیست حالا دوباره کی شاید دوباره چه ولی به هر حال در این سطحی که این کشتار میکرد در 20 سال گذشته کسی نتونست کشتار کنه به این راحتی جنایت بکنه و این پیام کشته شدن این جرسومه قتل و جنایت و رزالت آنچه که مهم هست اینه که در همین پیام به آقای آی رجعی به مردم لبنان هم گفت از همه مهمتر از همه مهمتر چون پاسدارا دیگه بی صاحب شدن خیلی مهمه این پیامی که ایشون دادن نیم ست سر رو به پیش چون پاسدارا دیگه بی صاحب شدن بهشون گفت دیگه برید بساتتون رو جمع کنید برید تنگ تکلیف خودتون و آخونده گفت اما ما رو وردارید بذارید به آخونده خبرگان خبرگان رو منحل کنید به همشون آخرین چیز رو گفت چون ببین در ایران اینا این آدم از بس آدم کشته بود و از بس راحت آدم کشته بود یه ارج و غربی یه چیز بچه هم سیاست مماشات هم به یه همچین مهره نیاز داشت یعنی دو تا نیازه باعث به وجود اومدن سلیمانی شد یکی خامنه ای یکی سیاست مماشات یعنی در کشورهای غربی هم به نوعی از بودن یه همچین پدیده استقبال میکردن چون ببینید خیلی عجیبه گفتن این ولی واقعیت اینه ببینید وقتی شما ببینید یک کسی رو اینطوری تبلیغ میکنن عکسش رو توی روزنامه تایمز میندازن همین یعنی الان روزنامه فرانسه رو نوشتن ژنرال ایرانی اینا اینا همش یه عقبه داره یعنی مجموعه از دستگاه اینو یه چهره مثبتی ازش نشون میداد مثبت استوره ای بزرگ اینا یه مسئله حل میکنه چرا من این کارو نمیکنم چرا نمیدونم من که کاری نیستم چرا خانم رجوی رو عکسش قایم میکنن که یک استوره واقعی یک سردار بزرگه چرا برای اینکه ببین اون ازشون مسئله حل نمیکنه اون برایشون مشکل ایجاد میکنه ایران میخواد در دستشون دراره نمیخواد قاسم خوم... سلیمانی با بودنش اجازه میداد بر سیطره بخش مهمی از سرمایه و سرمایه گذاری جهانی سرمایه بین المللی در واقع کسانی که سرمایه گذاری میکنن در جنگ در آدم کشی اجازه میداد که اینا نونابشون فراهم بشه ماشین هاشون بچرخه قاسم سلیمانی بهترین مسلمان کش تاریخ معاصر ایران بوده چه کسی بهتر از قاسم سلیمانی سلاح های غربی رو بگیره باش مسلمان ها رو بکشه نفت رو در تمام منطقه به حراج بذاره این عامل پیشبرد این سیاست بود سیاست مماشات که دو تا منفعت بیشتر نداره خرید نفت ارزان قیمت فروش سلاح و ناآرامی در منطقه تو بتونه هر چقدر که میشه طولانی تر این وضعیت ادامه پیدا کنه این سیاست به قاسم سلیمانی پا میداد بهش اجازه میداد فکر میکنی نمیتونستن قبلا بزننش باور کنید که اصلا اینطوری نیست حتما میتونستن خیلی راحت بزننش قبلا بدون شک میتونستن بزننش کشتن یک آدمای مثل این که کای نداره شما ببینید اینقدر اینا به دور هستن از ضوابط امنیتی و ایمنی و امنیتی مزد بخوام که هیچ کسی مثلا در ساده ترین جاها دو تا آدم مهمو توی ماشین نمیذارن یعنی قرارشون رو یه جا نمیذارن اینا اصلا هیچ رایت هیچ چیزای اولیه ضابط امنیتی رو نکرده بودن چهار پنج تا آدم مهم با هم در یک زمان مشخص در یک محل مشخص جمع شدن یعنی یه سیبل گردن کلفت یعنی اصلا اینطوری نبوده من تا الان گویا داشته میمده الان اخبارش داره بیشتر میاد بیرون داشته می در عراق یه سری کارهایی بکن علیه منافع آمریکا همونطور که من قبلا هم گفتم تو بحثامون نوشته بودم اینو آخوت ها بعد از قیام آبان تو بنبست بودن فقط یه راه خروج داشتن اینه که یه جبهه جدید شورش و جنگ و به صلاح تنش ایجاد کنن جپه جدیدم هیچ کجا نمیتونست ایجاد کنه. مگر آ برای اینکه آمریکا در عراق حضور گسترده داشت سعی میکرد کنترل عراق به دست بگیره از سوریه رفته بود اومده بود تو عراق آخوندها میخواستن آمریکا رو از عراق پس بزنن براش مشکل ایجاد میکردن در دسته برایشون که بره و فکر نمیکردن که ترامپ دولت ترامپ وارد درگیری باشون با بشه فکر میکردن مثل تا الان که به خاطر سیاست مماشا اینا خودشون میدونن چه منافعی برای دولت های بزرگ دارن برای اروپا چه منافعی دارن خودشون میدونن چه خدمتی کردن به جهان غرب چطوری خاور میانه رو نابود کردن چطوری دارایی ها و سرمایه خاور میانه همه رو آوردن توی خارج تو کانادا و این اون هرچی هر نفت بود فروختن پولش آوردن هر هرچی سلاح بود خریدن بردن هرچی مسلمون به درد بخور بود کشتن توی این کشورها منافع خودشونو میدونن باورشون نمیشد که امروز بزنن رو دستشون باورشون نمیشد منم تعجب میگم اینا چطوری اینطوری بی حمله میکنند به راکت میزنن به سفارت آمریکا راکت میزنن به پایگاه آمریکا هیچ نگران نیستن راکت میزنن به عربستان سعودی پهباد آمریکا رو میکشن پایین هیچ نگران نبودن چرا چون سیاست مماشات کار میکرد آنچه که امروز عوض شده اینه سیاست مماشات چرخش درش ایجاد شد نه اینکه مماشاتگرا بخوان نه خارج از اراده تضاد بین حاکمیت خمینی و جهان به صلاح متمدن به نقطه رسیده که دیگه مماشات عمل نمیتونه بکنه ولی یک چیزی این رو حل داد اون طرف یک, یک پدیده باعث شد که سیاست مماشات بفهمه که دیگه به پایان راه رسیده میدین اون چیه؟ قیام بود قیام آبان مردم با ریختن به خیابون این پیام رو به غرب و به ترامپ و به همه دادن که دیگه رژیم آخوندی رو رژیم آدم کش آخوندی رو تحمل نمی کنند و اونا هم فهمیدن که دیگه نمیتونن با مماشات این رژیم رو حفظ کنند برای اولین بار ما نغمه هایی رو شنیدیم که گفتن آقا این رژیم باید تغییر کنه اولین بار بود یک مقام وزارت نم نمیدونم یکی از وزرای ترامپ که اینو گفت همیشه میگفتن رژیم چنج ما نمیخوایم فقط میخوایم اینا خوب شد. داشتن مذاکره میکردن همین دیروز صحبت مذاکره هیچ و خاموش نشده چراغش ولی ببینید قیام آبان همه صحنه رو عوض کرد این اولین نتیجه از قیام مردمه قیام آبانه زدن قاسم سلیمانی زدن عنصر فعال سیاست مماشات و این ادامه خواهد داشت سیاست مماشات از امروز روز به روز ضعیفتر میشه اگرم بخوان نمیتونن باش مماشات کنن و از اونجایی که رژیم نمیتونه پای مذاکره بره راهی نمیمونه به جز سرنگونی در ماهای آینده بدون شک مردم هم جامعه نبزش با وقایع و با حقایق بیرون از خودش میزنه این, پا... این, پدیده نیست که بشه پنهانش کرد حتما جامعه به این مسئله اکسان من نشون میده همین شادی ها که خیلی رژیم تلاش میکنه قایمش کنه چون بسیار آثار مخربی داره براش این که من اومده میگه شادی نکنید به خاطر که قاسم سلیمانی دوست داره نه از آثار مخرب شادی کردن مردم میترسه شادی کردن مردم پیامش خیلی روشنه یعنی این که این رژیم دیگه باید گریه کنه یعنی باید غمگین باشه یعنی داره به آخرش میرسه شادی کردن مردم پیام به صلاح تلیعه اینه که این رژیم داره تموم میشه عمرش برای همین توی بی بی سی نفیسه کوهنورد با لباس سیاه میاد همشون امروز گریه میکردن یعنی فقط روشون نمیشون گریه کنن همه با اینجوری با و سعی میکنن نمیتونن بگن سردار هم میگن آقای قاسم سلیمانی بعضیاشون که میتونن مثل این میگن سردار ولی ببینید یه چیزی که ما در روزهای آینده خیلی خواهیم داشت یه جنگی خواهیم داشت بین اونا که دشقیم جنرالکار بهش میگن دشقیم کار و برایش شادی میکنن و جشن میگن و یک سری که میان میگن نه این سردار بود باید بهش عزاداری کنیم چرا نه اینکه برای خودش ارزش قائل باشن نه اون دستگاه رو میخوان حفظ کنن دستگاهی که توش ارزش قاسم سلیمانی بود دستگاهی که توش به اصطلاح محور مقاومت یه ارزش بود و حالا یکی هم گذاشتن یه مترسک که گذاشتن میخوان میگن اون دستگاه ادامه داره کارش خودشون هم میدونن که اینطوری نیست با همین گریزاری هاشون میگن که قاسم سلیمانی غیر قابل جایگزینه پس در روزهای آینده هر کس که شادی بکنه هر کس که جشن بگیره هر کس که شادیش رو رسما و علنا با گذاشتن آهنگای شاد با شینی پخش کردن با اعلام علنی کردن شادی پایان خط به اصلاح مماشات رو پایان خط جنایتکارانی که در زیر سایه مماشات موندن و این رژیم رو حفظ کردن و صدها هزار آدم رو کشتن این جمله این جمله چهل هزار کودک رو در سوریه کشتن ظرف دو سال این خط به پایان میرسه اجازه ندید که با ازاداری های قلابی و تقلبی بخوان بیان و به صلاح عید مردم ایران رو من... نخ به صلاح خراب کنند ما عیدمون شروع شده عید واقعیمون شروع شده من از این بابت هستش نمیخوام تظاهر کنم نه شادی کردن یک اکت سیاسیه یک اقدام سیاسیه یک موزگیریه جپهی هست در مقابل جبهه دیگه دو تا اردو و دو تا جبهه در مقابل همان جپه کسایی که جشن میگیرن و شادن و جپه کسایی که در غم و اندوهن چون پایان خودشون میبندن اون جبهه رو باید افشا کرد ازش دوری کرد و به جبهه عید و شادی مردم پیوست و البته مقامتی که به زودی حتما و حتما به صورتی که من نمیدونم خودش رو بروز میده به نظر من اراق نقش بسیار مهم می داشت از اول انقلاب خمینی سرنوشت خودش رو و ارتجاع رو به عراق گره زد برای همینم سازمان مجاهدین و مقاومت رفتن به عراق تا از اراق بتونن برن و رژیم رو سرنگون کنن عراق بخش یک رابطه استراتژیک هستش بین سرنگونی ارتجاع و عراق بدون شک نقش مهم می خواهد بود من تردید ندارم که باز هم تاریخا اینکه که آقای رجوی گفتن که سلاح های ارشاد بخش رو پس بدید شما میدونید که قاسم سلیمانی وقتی که اومد اشرف رو گرفت و اون 52 نفر رو کشت رفت تو اشرف اشرف دست قاسم سلیمانی بود دست نخورده همین نیروهای ابو مهدی مهندس رو برد اونجا تمام امکانات اشرف دستشونه تو این عکس ها میبینین گاهنی ترموس های چایی و پیکاپ های ارتش بخش میارن بیرون اشرف سر جای خودشه دشمن اومده بود توش یعنی آخوندها یعنی نیروی مماشاتگر اومده بود توش آنچه که مهم هست اینه که بدون شک اراق در روزهای آینده تاثیرات بسیار زیادی خواهد داد توی وقایع و سرنوشت منطقه شروعش شکی توش نیستش که عراق توش شاید مهمترین نقش رو بازی میکنه گفتم یه نقش استراتژیک داره اراق در سرنگون شدن و سرنگون کردن آخوندها این از همون اول معلوم بود امروز هم از همه بهتر میشه اینو دید ببینید کجا این صد شکست فروریخ در عراق قاسم سلیمانی توی فرودگاه عراق زدن سیاست مماشات سیاست جنگ نیابتی استفاده از ملت ها برای تقویت خامنه ای در عراق ضربه خورد این خیلی مهمه من نمیخوام که بحث طولانی بکنم و دلم میخواستش که کامنت های دوستانم ببینم دوستی گفته که من پیام بردم مثلا با صدای خودش نشیدم چرا با صدای خودشون بود و چه صدای نازنینی و چقدر من قلبم شاد شد و نفس اینکه این صدا پخش شد خودش یک تحوله یک تحول جدیه تمام اون فاکتورهایی که به هر حال مانع از پخش این صدا می شد یه واقعیت هایی بود که من نمیدونم ولی اینکه این, صد... این صدا رو امروز پخش میشه یعنی این که واقعیت ها دستخوش تغییر هستند و ما چشمانداز روزهای زیباتری رو پیش رو داریم شاد باشید جشن بگیرید و برای شادی به همه بگید و به همه بگید که شاد بودن یک موزگیری سیاسیه تبریک گفتن یک موزگیری سیاسیه موزگیری کردن در مقابل کشته شدن این سردار به اصطلاح دشخیم جنایتکار یک موزگیری سیاسی از توجهتون ممنونم و به امید آزادی میهن اسیر